خیلی از کارهایی که شما میکنید دیگه قدیمی شده. فکر نکنید با این رفتارها و این روندها اتفاق خاصی واسه دانش آموزتون میفته. مامانا، این که شما آب میوه میریزید، میایید وسط درس خوندن میذارید رو میزش، شماره صفحه کتاب رو میبینید، میرید 10 دقیقه بعد با یه ظرف آجیل میاد دوباره شماره صفحه رو میبینید که بیشتر شده یا نه، میدونه اگه بخواد گولتون بزنه 10 تا صفحه میزنه جلوتر. این که فکر میکنی اگر یه هویی در رو باز کنی بیایی تو اتاقش یه اتفاق عجیب و غریب شاید بیفته، باعث بشی مثلا این افتضاح انرژی بذاره بیا جلو، نتیجه این قدیمی شده. به خود بچه آرومش میخوان، به اندازه کافی از زمین و زمان داره با سمون میباره، بچه آرامش میخوان که توی شرایط مهیا با رقیباشون روبرو بشن و اصلا چیز زیاد و سخت و عجیب و غریبی نیست. شما حرفه ای این کارید، مگه نه اینکه به این سن رسوندیدشون؟ پس بلدید کارو، بلدید باید چی کار کنید. من اگه حرفی دارم میزنم دارم درس پس میدم، دارم میبینم، تحلیل میکنم، خوباشو جدا میکنم و اینجا تو این کلاس میگم. خب تو سال کنکور خیلی از والدین هستن که هنوز این ماجرای خیلی مهم و گویا دوست ندارن رعایت کنن، که اگر موزلی هست، اگر مشکلی هست، اگر برخوردی هست، اگر دعوایی هست، اگر تنشی هست، اگر کشمکشی هست، نباید بهش پرداخته بشه. بذارید بعد کنکور، فردای کنکور با دوشکا همو بذارید، الان وقتش نیست. الان اتفاقهایی که میفته منفیه، چون برداشتهای منفی از طرف دانش آموز ایجاد میکنه، چون ایجاد استرس میکنه و اعصاب دانش آموزمونو به هم میریزه، چون قطع به یقین انگیزشو میاره پایین، چون 100% فضا رو میبره به سمت و سویی که دانش آموز به خاطر تمام این تنشهایی که داره میبینه تمرکزش از بین بره و بشینه بهش فکر کنه و ذهنش پر از دستانداز بشه. ازتون خواهش میکنم اگر موضوع یا بحثی هست بیرون خونه نذارید دانش آموز تو اون فرایند قرار بگیره. الان واقعا این شرایط و این اتفاقها اجازه اینو نمیده به دانش آموز که بتونه حرکت رو به جلو داشته باشه. باید کنترل شده تر حرکت بکنیم که دانش آموزمون بتونه در ادامه مسیر شرایط خوبی واسه خودش ایجاد بکنه. یه نکته مهم دیگه که اول صحبتام در موردش کلی حرف زدم، فراهم کردن محیط ایدئال برای درس خوندن دانش آموزمونه، که گفتم چه شرایطی باید داشته باشه. اگر این شرایط نباشه دانش آموزمون زمانش میره تو رفت و آمد، تو خونه های شلوغ، توی شرایط بد، توی خونه هایی که حالا اون کیفیت مطالعه رو نمیتونن واسه بچه ها درست کنن، تمرکزش از بین میره، درس ها رو هم دیگه تلمبار میشن و ته ماجراها همیشه میرسیم به ایجاد استرس. یعنی دانش آموزای زیادی داریم که همش از این جمله استفاده میکنن، میخوایم درس بخونیم، شرایط مساعدی نیستش و باعث میشه درسمون رو هم دیگه تلمبار بشه، تهش هم میشه اون فرایند بد و ایجاد استرس واسه دانش آموزمون. اما در کنار همه این داستانها و در کنار تمام این فرایندهایی که هست، با تشکر کنیم از پدر و مادرهایی که انقدر باهوشن که همه اینا رو میدونن و حواسشون جمعه و دارن مدیریت بحران میکنن. بازم میگم من اگر چیزی دارم میگم دارم درس پس میدم، پدر و مادرها دارم میگم برای اینکه شرایط ایدئال تر بشه، برای اینکه ما یه تیمیم، اگر هوای همو داشته باشیم قطعا اتفاقهای خوب میفته. ممنونم ازتون. خب رفقا، آیا موضوع دیگه ای هست که باید بهش بپردازیم توی جلسه والدین؟ چرا میگن صدا نی؟ نه نمیدونیم جلسه چی شد چون چیزی اعلام نکردن. علی اکبر، در مورد آزمون آزمایشی بچه گفتم چه آزمونی مد نظرمونه، اگر نیاز دارید آزمون برید، اگرم نه مشکلی نیست، به خاطر اینکه هرچی نیاز هستش
تو آزمونای روزانمون داره میاد.